بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كتاب شريف كافي قسمة 374 در احوال و برخی معجزات امام كاظم عليه السلام حديث ششم عن عبد الله بن المغيره قال مر العبد الصالح به بمنا و هي تبكي و سبیانها حولها يبكون وقد ماتت لها بقره عبد الله بن المغیره گفت که امام کاظم علیه السلام گذشتند بر زنی در منا که گریه میکرد کرد و در پیرامون او هم فرزندان یتیم او بودند و گریه می کردند و گاوی از ایشان اونجا مرده بود فدن آمن ها مقال الله ها. حضرت به دلجویی و همدردی آمدند و نزدیک شدند و فرمودند چتون شده ما یبکی که یا امت الله چرا گریه میکنی ای امه خدا ای کنیز خداوند تبارک و تعالی قالت یا عبدالله گفت ای بنده خدا ان لنا سبنانا ان لنا سبیان یتاما و کانت لی بقرتن گفت که ما چند تا کودکان یتیم داریم و یک گاوی هم داشتیم معیشتی و معیشت و سبیانی کان منها که زندگی ما و درآمد ما از همین گاو بود و خودم و فرزندانم از همین گاو بود که مثلا از شیرش و از خدمت شما عرض که فوائدی که داشته حالا اگه مثلا باش شخ میدادن کاری میکردن و یا اجاره میدادن و ما از همین زندگی میکردیم و قد ما و بقیت منقطع انبی و به ولدی لا حیلت لنا این هم که از دنیا رفت و مرد و من منده دستم قطع شد از این و فرزندان من هم دیگه هیچ راه و چاری نداریم فقال یا امت الله ان احیزی ها لک فقال یا امت الله هل لك ان احیی ها لک آیا ای کنیز خدا میخوای که اونو برات زنده کنن؟ و الهمت ان قالت نعم یا عبدالله این هم دلش افتاد و تعجب نکرد و نگفت نمیشه آقا بری سر به سر ما نذارید اینها به دلش افتاد و گفت بله یا عبدالله ای بنده خدا دوست دارم که برام زندش کنید فتنحا و سلا رکعتین ثم رفع یده هنیعتن و حرک شفتن پس حضرت فاصله گرفتند و دو رکعت نماز خواندند بعد دستهاشون رو اندکی و لحظاتی بالا بردند و لبهاشون تکان خورد ثم قام فسوت بالبقره فنخسها نخستن او ضربها برجله بعد حضرت آمدند و این گاو را صدا زدند و ضربه ای به او زدند یا با پایشون تکانش دادند فستوت علل ارض قائمتا این گاو زنده شد و روی پای خود ایستاد فلما نظرت المرأت الى البقره صاحت و قالت وقتی که این زن این معجزه را دید فریاد زد و گفت عیسی ابن مریم و رب الكعبه عیسی ابن مریم است به خدای کعب قسم انگار که این شخص مسلمان نبود شیعه که بماند حتی مسلمان هم نبود اما امام علیه السلام با کسانی که مستضعفند و مورد ظلم و ستم ظالمان قرار گرفتند و اگر در انحراف و گمراهی به سر میبرند به خاطر نسب و اداوت و مخالفت با اهل بیت علیه مسلم نیست بلکه ظالمان و ناسبان بر امور مسلط شدند و اینها مظلوم موندن متضعف موندن حق به اینها نرسیده لذا این نکته رو باید دوستان اهل بیت علیه مسلم بدانند که هرگاه کسی منحرف پیدا می کنن. فرض کنید که شخصی هست که اهل سقیفه و پیرو اونهاست یا نمیدونم مسیحی یهودی کافر آتئیست بیدین فکر نکنند که روایاتی که در دشمنی با نواسب و خوارج و منحرفین وارد شده شامل حال همه اینها میشه نه اینها رو باید با ملاطفت با مهربانی متوجه انحرافشون کرد چون اینا مستضعفن بله اگر جایی کسی رو پیدا کردید که معاویه او امر و اصفت میاد با امام دشمنی میکنه با کمال علم و اطلاع و اینها نصب دارد و دشمنی دارد و مخالف اهل بیت اون حکمش است ولی اکثریت مردم در عالم به خاطر مستضعف بودنشون مشکل دارن و منحرفن و اینها اگر بفهمند که حق از آن کیست اهل حق خواهند شد و پیرو اهل بیت خواهند شد لذا هر کسی را به جرم اینکه که نعوذ بالله مثلا سنی است یا نده مسیحی است یا آتئیست است نمیشه باش دشمنی کرد باش مخالفت کرد اذیتش کرد آزارش کرد و اینها اینها رو باید با ملاطفت و مهربانی متوجه حقیقت کرد و حسابشون را از حساب کسانی که شمشیر به روی امام کشیده و عالما با امام مخالفت میکنن باید حسابشون از اونها جدا کرد لذا میبینیم که اکثر مواردی که اهل بیت علیه السلام با اینها روبرو شدن اینها رو از راه ملاطفت مهربانی به راه آوردن مثل اون شخصی که از شام میاد مثل اون شخصی که از شام میاد خدمت امام علیه السلام حتی شروع میکنه به ها گفتن به امام مشتبه علیه السلام چون مستضعفه نمیدونه اطلاعات غلط بهش دادن حضرت با مهربانه ملاطفت او رو هدایتش میکنن و اینها موارد بسیار زیادی در سیره اهل بیت علیه السلام دارد حدیث هفتم ان اسحاق ابن عمار قال سمعت العبد الصالح ینعا الى رجل نفسه گفت شنیدم که امام کاظم علیه السلام به یک نفر خبر مرگش رو میدادند فقلت فی نفسی و انه لا یعلم متى يموت الرجل من شیعته یعنی امام در نفس خودم در درون خودم با خودم گفتم امام علیه السلام میدونه که شیعیانش کی و چه کسی از اونها و چه جوری و در چه محلی مثلا از دنیا میرود فلتفت الی شبه المغضب فقال حضرت مانند کسی که به خشم در آمده باشه به من یه نگاهی کردند و فرمودند فقال یا اسحاق قد کان رشید الهجری یعلم علم المنایا والبلایا والامام اولا به علم ذالک فرمودند رشید هجری از اصحاب امیر علیه السلام این علم داشت به مرگ افراد در چه زمانهایی و به بلاها و گرفتاریها و امتحاناتی که براشون اتفاق میوفتد امام که اولا به این است که علم اینها رو داشته باشه ثم قال یا اسحاق اسنع ما انت سان بعد از اسحاق تو هم کارات انجام بده هر کار میخوای انجام بده وصیتی چیزی داری ان عمرک قد فنیه و انک تموت الی سنتین که عمر تو هم تمام شده و قبل از دو سال تو هم از دنیا خواهی رفت و اخوتو که و اهل بیتی که لا یلبثون بعدک الا یسیرن حتی تتفرق کلمتهم و یخون بعضهم بعضا حتی یشمت بهم عدوهم و همچنین برادران تو و اهل بیت و خانواده تو هم بعد از تو زندگی زیادی نخواهند داشت الا اینکه متفرق می شود با هم دیگه اختلاف پیدا می و بعضی بعضی دیگر خیانت می کنند و تا جایی که مردم دیگه اینا رو سرزنش می کنند و شماتت میکنند فکان هادا فی نفسک تو در درون خود چنین خیالی کردی که من علم بلایا و نمیدونم منایا و اینها رو دارم فقل تو فعنی از الله به ما عرض فی گفتم من از خدا طلب آمرزش می کنم برای آنچه که در اندیشه و در دلم گذشت فلم بس اسحاق و بعد از دل مجلس الا حتی مات و راوی میگه که چیزی نگذشت و زمان طولانی نشد الا اینکه اسحاق بعد از این مجلس از دنیا رفت فما اتا علیهم الا قلیل حتی قام بنو عمار به اموال الناس ف و مدتی زیاد نگذشت و اینها که بنو عمار رفتند و اموال مردم رو مثلا گرفتن حالا یا برای قرض یا مثلا برای خدمت شما عرض شود که نمیدونم مزارعه یا نمیدونم مزارعه و اینها و خلاصه ورشکست شدند و بیچاره شدند و فقیر شدند و نتونستند که کاری رو در مورد این اموالی که گرفتن انجام بدن و سود بکنند حدیث هشتم عن علی ابن جعفر قال علی ابن جعفر شخص کاملا بزرگوار فرزند امام صادق علیه السلام گفتش که جا علی محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل که اون اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام اومد و قد اعتمرنا عمرت رجب محمد فرزند اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام آمد پیش من و ما در عمره ماه رجب بودیم و رفتیم به عمره ماه رجب و نحنو یوم ایدن به مکه در مکه بودیم فقال به من گفت یا ام عم، امو انی اورید و بغداد و قد احببت ان اودع عمی ابل حسن یعنی موسی بن جعفر علیه السلام گفت من میخوام برم بغداد و دوست دارم بریم پیش عمویم ابل حسن امام موسی بن جعفر علیه السلام و با ایشون خدا حافظی کنم و احببتو ان تذهب معی الی دوست دارم شما هم با من باشید فخرج تو معه و نحو اخی و هو فی داره اللتی بل حوبه و بعد المغرب به قلیل خلاصه منم با او راه افتادم به طرف برادرم امام کاظم علیه السلام و حضرت در خانه خود در حوبه بودند و اندکی از مغرب گذشته بود فضرب طلبا و فعجابنی اخی فقال من ها در زدم و حضرت جواب دادند برادرم جواب دادند و فرمودند کیست این فقل تو علی گفتم من علی هستم فقال هو ذا اخرجو فرمودن باشه تا من بیام و بیام بیرون و کان بطلی الوضو و حضرت وضوشون رو با تعنی و صبر و حوصله می گرفتن فقلت تو العجل گفتم با عجله و قال قال و اعجلو فهم بودن باشه من شتاب می کنم فخرج و علیه ازارون ممشق قد عقدهو فی عنقه حضرت آمدند یک لنگی که با تراب احمر با رنگ قرمز رنگ آمیزی شده بود و رنگ شده بود بسته بودند بر گردنشون گره زده بودند بر گردنشون حتی قعد تحت حتی تحت عتبت الباب تا اینکه حضرت در آستان در جلوس فرمودند فقال علی ابن جعفر فانکبب تو علیه فقبل تو رأسه و قلت علی بن جعفر بزرگوار میگوید من افتادم و اونجا خدمت شما عرض شود خم شدم و سر حضرت را بوسیدم و گفتم قد تو فی امر ان و ثوابا فالله وفق له خدمت شما رسیدم برای امری که اگر این را صلاح میدانید خدا توفیقش را بدهد و ای یکون غیر ذالک فما اکثر ان نقدی و اگر هم مسلحت نیست و صلاح نیست خب ما اشتباه خطا زیاد داریم شما باید ما را نجات بدهید قال و ماهو فرمودن چه کاری داری قل تا ابن اخیک یرید ان یودعک و یخرج الى بغداد گفتم ایشون فرزند برادر شما هستند و میخوان با شما خدا حافظی و وداع کنند و بروند به بغداد فقال لدد او هدف منه بگو بیاد فدعوتو و کان متنحیان صداش دادم و آمد در حالی که دور ایستاده بود فدن آمن و فقبل رأسه و قال سر حضرت را بوسید و گفت جعل تو فداک او سنی فدای شما شوم سفارش چیزی هست به من بفرمایید فقال اوسی که انت تقی الله فی دمی حضرت فرمودن تو را سفارش میکنم و وسیجت میکنم بپرهیز از اینکه در خون من و در قتل من شرکت کنی و مرا به کشتن بدهی فقال مجیب له در جواب گفت من اراده که به فعل الله به کسی که نیت بدی در بار شما داشته باشد و قصد بدی داشته باشد خدا چنین و چنانش کند مثلا خدا او را بکشد خدا او را فقیر کند خدا او را بیچاره کند شروع کرد به نفرین کردن و جعل او من سو ان لذا آمد و شروع کرد به نفرین کردن کسی که میخواد به امام علیه السلام قصد بدی داشته باشه ثم عاد فقبل رأسه ثم عاد فقبل رأسه فقال یا ام اوشنی دو مرتبه آمد پیشانی حضرت سر حضرت را بوسید و گفت امو جان مرا وسیعت کنید فقال اوسی که ان تتقی الله فی دمی حضرت فرمودن تو را وسیعت می کنم، نصیحت می کنم بپرهیز از خدا که در خون من مشارکت کنی و در قتل من سعایت کنی فقال من اراده که به سوء فعل الله بی و فعل گفتش کسی که در مورد شما قصد بدی داشته باشه خدا چنین و چنانش کند و خواهد کرد ثم آدف قبل رأزه دو مرتبه و سه مرتبه آمد سر حضرت را بوسید ثم قال یا ام اوسنی گفت امو مرا وسیجت کن فقال اوسیک ان تتقی الله فی دمی تو را سفارش میکنم وسیجت میکنم نصیحت میکنم که بپریز از خدا در اینکه در خون من و در قتل من مشارکت کنی فدا علی من اراد به بسوئن باز این آمد و نفرین کرد کسی را که نسبت به حضرت قصد بدی داشته باشد ثم تنحا عن و ملیتما دیگه فاصله گرفت و دور شد و رفتیم و برگشتیم فقال علی اخی یا علی مکانک برادرم امام کاظم علیه السلام به من فرمودن علی وایسا فرمودن علی وایسا صبر کن تا مثلا کارت دارم فقم تو مکانی در همانجا ایستادم فدخل منزله ثم دعانی فدخلت الیه فتناول سرت فیها مئة دینار فاعطانیها حضرت داخل منزل شدند بعد مرا فرا خواندند و من داخل شدم یک بسته پول به من دادند که صد دینار در آن پول طلا بود و قال قل ابن اخی یستعین بها علا سفره به این فرزند برادرت بگو که برای سفرش اینها رو استفاده کنه قال علیون علی فاخذت ها و فادرشت فی حاشیه ردای علی بن جعفر گفت این سره و این بسته پول رو گرفتم و قرار دادم در حاشیه لباسم ثم ناولنی سرتا اخرى حضرت یک بسته دیگر پول به من دادند و قال اعطه ایزن اینم بهش بده فقل تو جعل تو فدا ادا کن تتخاف مثل الذي ذکر فلمت تو و الان نفسه گودم فدایتان شوم وقتی که شما می سرسید که او برد و شما را به کشتن بدهد که اشاره به این مطلب کردید چرا کمکش می کنید که بتونه علیه شما اقدامی بکنه فقال اذا وصلت و قطعنی قطع الله اجله فرمودن وقتی که من سله رحم کنم و او قطع رحم کند خدا عمر او را قطع خواهد کرد و خواهد مرد ثم تناول مخدت اودومن في ثلاثت آلاف درهم و ذهن و قال بعد حضرت یک بالش کوچکی چیزی که در اون سه هزار درهم بود که از پوست دباقی شده بود آوردن و در اون سه هزار درهم هایی بود که تازه و نو بود و قال اعطی هاذهی ایزن فرمودن این را هم بهش بده قال فخرجت الیه فعطیت المئه الاولی من خارج شدم و رفتم اون ستای اولی رو بهش دادم ففرح به فرحا شدیدن و دعا خیلی خوشحال شد و برای عمویش امام کاظم دعا کرد ثم اعطیته الثانیه اون دومی رو بهش دادم و ثالثا ففرح بها اون دومی رو هم دادم و اون سومی رو هم دادم که سه تا صد دینار بود ففر حبه ها حتی زنن تو انهو سیرج اولا و اینجا بود که خیلی خوشحال شد دیگه در حدی که من فکر کردم این اصلا نمیره به بغداد و از سفر منصرف می شود و سفارش امام صادق علیه السلام را سفارش امام کادم علیه السلام را به گوش می گیرد که حالا اینجا شاید در این خدمت شما عرض شود کتاب افتادگی داشته باشه چون من این روایت رو در جای دیگر که دیدم در همین کافی حضرت سه تا پول و سره صد دیناری دادن ولی اینجا خدمت شما عرض شود که یکی و بله دو تا و اینها دادن و بعد اون سه هزار را رو تارو در حالی که در جای دیگه کردم که سه تا صد دیناری بهش دادن و یک سه هزار دیناری که این درهم بود اونها دینار علا ای حال این سومی رو هم دادم و اینها خیلی خوشحال شد حتی آزنن تو انه سیرجع ولا و لا یخرج ثم اعطیتهو از سلاست درهم درهمین فمذا و علا وجهه بعد آمدم و اون سه هزار درهم را بهش دادم این هم رفت دنبال کار خودش حتی دخل علا هارون فسلم علیه بالخلافه رفت بغداد رفت پیش خلیفه ستمگر و ظالم و قاسب هارون و قال بعد گفتش که ما زنن تا انفل ارض خلیفتین حتی رأیت امی نجعفرن حتی رأیت امی موسب نجعفرن یسلم علیه بالخلافه گفتش که فکر نمی کردم در زمین دو تا خلیفه وجود داشته باشد تا زمانی که رفتم عموی موسی جعفر را دیدم که مردم میان بهش میگن السلام علیک یا خلیفت رسول الله پس تو اینجا چه کاری؟ و تحریک کرد به دشمنی با امام و قتل امام فارسل هارون الیه به مئت الف درهم هارون هم صد هزار درهم براش جایزه فرستاد که آمده است و چون این خبر دروغی را داده و در قتل امام علیه السلام سعایت کرده و خلیفه را تحریک کرده به قتل امام علیه السلام در حالی که ائمه علیه السلام در تقیه کامل بودند و هیچگاه علیه دستگاه خلافت قیامی و حرکتی نداشتند و هر کس هم که ایشان را تحریک میکرد یا نظر مخالف میداد به شدت با او مخالفت میکردند و به او میفرمودند که با توجه به این ظلم و ستم و این غلبه ای که اینها در همه جا دارند و این همه جاسوسی که وجود داره و این همه مردمی که دنبال اینها هستند و آخرت را به خاطر دنیا رها کرده این امر امکان پذیر نیست و فقط امام زمان علیه السلام است که می آید و این امر را انجام می دهد و بقیه را نهی میکردند و حتی قبلا روایاتش رو خوندیم که زیدی هایی که می و اهل بیت را توبیخ کردند که چرا قیام نمیکنید چرا نمیایید کمک ما حضرت بهشون میفرمودن شما موفق نمیشید شخص تو در فلان کوچه توسط فلان کس کشته میشود و اونها باز مخالفت میکردن امام را زندان میکردن و این حرفا علا ای حال هارون هم صد هزار درهم براش فرستاد فرماه الله به خدای تبارک و تعالی هم او را گرفتار کرد به یک مرضی در گردنش و در حلقش که دیگه نفس کشیدن اینا براش دشوار شد و نتونست از اینها استفاده کنه فما نظرم اینها الا در همین مست مستهو آنچنان گرفتار شد و مرگش هم فرا رسید که حتی نتونست به یک درهم از این پولهای هارون نگاه کنه و دست بزنه حدیث نهم عن ابی بصیر قال از ابو بصیر که قال قبض موسی بن جعفر علیهم السلام امام موسی جعفر علیهم السلام شهید شدند در دنیا رفتن و هو ابن اربع و خمسین سنه در حال که حضرت پنجا و چهار سال از سن شریفشون می گذشت فی آم سلاسین و سلام فی آم و سمانین و مئه در سال سد و هشتاد و سه و آشا بعد جعفرین علیه السلام خمسن و ثلاثین سنه و بعد از پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام سی و پنج سال زندگی کردن و حیات مبارکشون بود که اون هم غالبا در همین زندانهای خلفا تا اینکه حضرت را شهید کردند. باب بعدی در مورد امام رضا عليه السلام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد